با سلام و درود بیننده عزیز، بعد از حمله حزب الله بر شهر استراتژیک حیفا، موشکای بالستیک بر پایتخت اسرائیل هم فرود آمدند. در حال حاضر فرودگاه بن گوریون تعطیل شده است و جلسه محرمانه نتانیاهو با کابینه جنگ در اداره اطلاعات تل‌آویو در جریان است. خب، منابع عبری گزارش کردند که انفجارهای قوی از حملات موشکی حزب الله در تل‌آویو پایتخت اسرائیل شنیده شد. پروازها در فرودگاه بن گوریون در بدنبال حملات متوقف شده است. در پی شلیک موشکهای حزب الله همزمان 1.5 میلیون اسرائیلی به طرف پناهگاه ها گریختند. اصابت موشک بالستیک وحشت ایجاد کرده و مردم و اراکین دولتی اسرائیل کاملا وحشت زده و آسیمه شدند. یک فروند هواپیمای شرکت هوایی العال از مربوط اسرائیل در پی حملات موشکی حزب الله نتانست که در فرودگاه بن گوریون فرود بیاید، همونطور در آسمان بود و جای دیگر رفت. رسانه‌های عبری گزارش کردند که در کل کد سرجم کسانی که ناگهان به پناهگاه خزیدن اضافه از 2 میلیون نفر بوده. زندگی اسرائیل به این شکل است. هم در پایتخت نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که 3 موشک بالستیک از نوع کوتاه برد از لبنان به اسرائیل پرتاب شد، در حالی که جتای جنگنده و پرتابگرایی که موشکا را شلیک میکردن یعنی رهگیری شدن. اما همه گزارشات نیست که مثلا در کجا اصابت کرده و به چه ترتیب بوده. در گزارش وزارت دفاع اسرائیل آمده است که اینا رهگیری شدن. شبکه 14 اسرائیل گزارش کرد که سربازان اسرائیلی در کانالای فاضلاب داخل یکی از پادگانهای بایدلید در تل‌آویو که مورد حمله حزب الله قرار گرفته بود پنهان شدند. کار ارتش اسرائیل به اینجا کشیده که خود ادم بعد رفتا پت میکنن. منظورش این چیز است. بر اولین بار بقایای یک فروند موشک فاتح 360، این فاتح 360 ما شما در کشور خود که یک نوع بیم 12 و بیم 40 داشتیم، این بیم 120 است، شکل پیشرفتهش است. ایره اسرائیلیا بقایایش شناختن و نشان دادن بر مردم. حزب الله در آخرین هدفگیری خود بر تل‌آویو حداقل 1 موشک بالستیک فتح 360 یمو بی ام 120 پرتاب کرده. خب، گفتیم که فرودگاه بن گوریون تعطیل شده و تا لحظه که این خبرش خدمت شما میگوییم هیچ از گشایش فرودگاه خبری نیست. همزمان عمله توپخانه حزب الله به شهرک مسکفعام صورت گرفته و تجمع سربازان و نظامیان بوده در شهرک مسکفعام و او را با توپخانه هدف قرار دادن. خب، حزب الله بالاخره اعلان کرد با انتشار یک ویدیو که اولین ویدیو در نوع خود به اصطلاح گفته که در ارتباط با سلاح‌های پهپادی خود ما توضیح میتیم. با توضیح داده تاله گفته پهپاد مرساد T2 نسخه اصلاح شده پهپاد ابابیل ایرانی است که به عنوان پهپاد انتحاری شناخته میشه. از این موشکال استفاده میکنن. خب، این پهپاد مرساد T2 مجهز با کلاهک انفجاری با وزن 30 تا 40 کیلوگرم است، مگر بسیار قدرت تخریبی زیاد است. رئیس جمهور اسرائیل بالاخره با کشف جنایت جنگی نائل شد. آیزاک هرتزوک گفت که حمله به سربازان ما از طرف حزب الله در حالی که مشغول خوردن غذا بودن
یک جنایت جنگی است، سازمان های بشر دوستانه باید حزب‌الله را محکوم بکنند. این کشف رئیس جمهور اسرائیل است در مورد جنایت جنگی. یو گالانت وزیر دفاع میگه خب یک شبه حزب‌الله نیابتی ایران یک حمله پهپادی را علیه اسرائیل انجام داده، حمله که 4 سرباز کشته، اینا 4 میگن، در اونجا سقف کاملا ریخته بود از کسایی که میگه تلفات بسیار زیاد است. خب اینا به خاطر از اینکه مردم زیاد تا یک انفجار ذهنی به وجود نبیاد رقم تلفات زیادتر شد، زخمی میگن، تلفات هم کم میگن. گالان میگه که فقط با تهدیدهای مداوم حزب الله و فوریت اقدام ما رابطه داره، ما باید زیر ساختای حزب الله را از بین ببریم. خب بسیار خوب، زیر ساختای ماست چطور شد؟ حزب الله را که بام حزب الله چندین برابر ارتش حماس قوی است، هم از نظر تسلیحات و هم از نظر موقعیت و هم از نظر تشکیلات. خب میگن دیگر یک رسانه اسرائیل به نام واینت خبر داد که نخست وزیر نتانیاهو همراه با گالانت وزیر دفاع و همچنان رئیس ستاد ارتش در مقر اداره اطلاعات نظامی در نزدیکی تل‌آویو جلسه محرمانه برگزار کردند که او بدون شک در زیرزمینی بوده. چرا؟ تا درباره انتقام برنامه ریزی شده اسرائیل علیه ایران گفتگو بکنند. این گفتگویت به نتیجه نمیرسه بلاخره. بسیار واهمه از این وجود داره که اگر عملی که علیه ایران انجام میتن بازخوردش سنگین باشه باز چی طور میشه؟ و بر اساس گزارش ها رهبران سگانه قبل از حمله به اصطلاح ترور حسن نصرالله در امیج ملاقات کرده بودند، حال باز ملاقات کردن میرن سر ایران. کانال 12 اسرائیل گزارش کرد نتانیاهو رایزنی شبانه را بر بررسی راه های پاسخ به حمله موشک ایران برگزار کرد. خود نتانیاهو گفت که ما در این جنگ بهای دردناک میپردازیم اما دستاوردهای بزرگی داریم. عجب است، از دستاورد خود مگر نگفت چیزی؟ اگر دستاورد مثلا کشتن افراد و رهبران حزب الله و رهبران حماس و فرماندهان باشد این دستاورد است، اما دستاورد بر وضعیت اسرائیل در کل چقدر امنیت اسرائیل بیمه کرد؟ باز خودش میگم میگه خسارتی که امسال با ما وارد شد دردناک و دشوار است، ما بیامان به حمله به حزب الله در سراسر لبنان ادامه میدیم. خب فکر میکنم که حملات بر اماکن مدنی بیروت و لبنان اینا قطع بکنن، به دلیلی که حزب الله هم مراکز شهری را زیر ضربه گرفتن، جبرانش اونا کردن. اینا نتانیاهو ممکن است لاف نزنه، چرا نتانیاهو هر کار میکنه، مگر در عوض پایتخت اسرائیل حیفا و اینا کاملا آل زیر ضربه است. بر اثر بمباران آوارگان فلسطینی در مدرسه حفصه در جوالیا بازم 3 کشته و 15 مجروح. خب البته هر وقت بیکار میمونه ارتش میره اون یک غذا دم دست است از اوجه قربانی میگیرن. یک کسی از خبرنگار تلویزیون الاقصی به نام ایمن محمد رویشید دیشب کشته شده است. 177 روزنامه‌نگار در جریان حملات اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. 177 نفر تنها خبرنگار. خب حزب الله در جریان پیشروی در منطقه ایت الشعب حزب الله دست به حمله متقابل زده، 3 تانک مرکاوا آتش گرفت. یعنی هر تانک مرکاوا حداقل قیمتش 2 میلیون دلار است.
با موچک های هدایت شونده ضد تانک مرکبا را زدن نابود کردن. حتی در گزارش حزب الله آمده که وقتی که هدف قرار گرفت تانک ها، شعله های آتش از تانک ها بالا شد. یک پهپاد انتحاری به اهداف نظامی اسرائیل دوباره در شمال حمله کرده. آژیرهای خطر در حیفا، در کل مناطق مرزی، مردم در اینجا هیچ خواب و خور ندارن. بسیار عجیب است. در بنبست افتاد، در دام افتاد این کشور. در دام خوب بود، اما خودش بیشتر در دام خود غرقه ساخت تا عمیق ساخت. کانال 12 اشاره میکنه که حزب الله قوی ترین ارتش در مرزهای اسرائیل و یکی از قوی ترین ارتش های خاورمیانه است. اینه حالا خودشان از این حرف و حدیث میگن. پولیتیکو نشریه آمریکایی گزارش کرد که اسرائیل حال طرح بر پاکسازی شمال غزه از غیر نظامیان ارائه کرده که به طور کامل مردم سکنه را از شمال غزه تصفیه بکنند. در یک سال این ده ها بار است که شمال غزه تصفیه میشه، اما از شمال غزه اینا را مورد حمله قرار میدن. وقتی که شمال غزه را از غیر نظامیان تخلیه بکنه، یکی خواهی سوالی که کجا میرن، دیگه ایست که چیکار بعد از او چیکار میشن. بعد از او رویاروی مستقیم با حماس است. در اون صورت چی به دست آمده؟ اما چیزی به دست آمده که تا یک سال، ام یک سال اخیر به دست آمده، یعنی که هیچ. ای تو معلوم میشه که در اون صورت تلفات اسرائیل بالا میره. او ویران ها خود به خود همه تبدیل به سنگرهای چریکی است. پولیتیکو گفته است که دولت اسرائیل در حال بررسی امکان تعلیق کامل کمک های بشر دوستانه به غزه شمالی است. این کار وظیفش است. نان بند، آب بند، خدمات پزشکی. این اقدام میگه علیه حماس است، اما در کنار حماس هزاران فلسطینی بدون غذا و خوراک خواهند ماند و جایی بر رفتن ندارند. پیش از اون بود. به اساس یک طرح دیگه که قبلا هم ما خدمت شما بیان کردیم، گروهی از جنرال ها به نتانیاهو گفتند فلسطینی ها قبل از اعلام کل منطقه به عنوان یک منطقه بسته نظامی یک هفته فرصت دارند تا تخلیه شوند. بعد از اون منطقه به هدف نظامی تبدیل میشن. ظاهرا نبوغ جنرال های اسرائیل برای نابودی حماس یک رای شمی است. خب بسیار ساده است، در ظرف یک سال ده ها بار می کار کردن. صد ها هزار نفر می گفتن بریم به طرف جنوب، بعدا به جنوب هم که می رفتن در راه یارا می زدن. در جنوب در المواسی هم که رفتن همونجا هم زدن. بالاخره از جو گفتن براین بیاین ای طرف، حالا پس میگه او طرف بریم. این جنرال های اسرائیل نابغه نباشه. خب گفتم که این نابغه ها گفتم که تنها راه برای شکست حماس در شمال غزه است. او کار اسرائیل به اینجا کشیده. حالا با شعر خط میکنم. این شکست جبران نمیشه. این اشیا میگه که برخی از مقاماتی که ما با اونا صحبت کردیم میگن که برخی از بخش های ایتر در حال اجراست، اما نگفتن که کدامش. چی اجراست؟ از اجرایش که ما خبر داریم مطابق حوالی خود حماس و خود اسرائیل از غزه شمالی ضربات بسیار سختی در روزهای اخیر بر ارتش وارد آمده. چی در حال اجراست؟ باز خودشان هم میگه یافتن کسایی که مایل باشن دی بار بحث بکنن. پولیتیکو میگه از رهبران یا سران اسرائیل میگه بسیار دشوار است، کس صحبت نمیکنه. با دلیلی صحبت نمیکنه که یا صحبت نیست. ای بود مواردی که در تازه ترین مورد در اسرائیل اتفاق افتاده و خاصتا تغییر زاویه و طرف حمله بر پایتخت اسرائیل یک مرحله جدید جنگ است و
این میتونه اسرائیل اول از بمباران اماکن شهری بیروت منصرف بسازه و بعد از خودش در حالت دفاعی بیاید. شخصا با کدام رای دیگر نمی بینم بر از اینا.